کوتا نظری بر سقاوی اول آنگاه که انگلیس ها در سه جنگ با خراسانی ها با شکست مواجه شده و تعم تلخ شکست را دیده و پرستیج و حیثیت و وقار آنها در سطح جهانی ضربه دید و افگنده شد. در جستجو یک انتقامگری سخت و سنجیده از خراسانی ها گردیدن. آنها تجربه و تجربه های خوب و خانویرانی و دستندادی در امور خراسان را داشتند. در سال 19-19 میلادی که انگلیس ها در سطح جهانی به گونه رسمی شکست خود را پذیرفته و کامیابی خراسانی ها را تزدیق کردند در خراسان امیدی از شیروزه یک تمدن و بارور شدن آن در خراسان خراسانی ها پیدا و نام خراسان در سطح جهانی بلند و وطن ما در میان جهان و جهانیان از حیثت و افتخار بهرمند گردیده و خراسان با گام های سری راه تمدن و پیشرفت و طریقی را دنبال گرفت. انگلیس ها بان که به گونه رسمی استقلال و آزادی خراسانی ها و شکست خود را متعرف بودن باز هم از دخالت و دستندادی در مسئله و مسائل خراسان رو گردان نشده. در جستجوی یک تجربه دیگر در این دیار که هم ساده بود و هم احمق و هم منصوب به یک قوم اقلیت. انگلیس ها این تجربه را می تا ببینند ظرفیت و کارایی اقلیت ها در حکومت کردن و دولتداری داری گونه است. آیا آنها یعنی اقلیت ها نیز در حکمرانی ها و اداره های فردا به عنوان یک اصل مطرح شده می توانند یا خیر اثرمندی انگلیس ها تضمین در نظر گرفته می شود یا نه در حکومت و اداره وطن ظرفیت آنها یعنی اقلیت ها چقدر و سهمشان در ثبات و بی ثبات جامعه تا چی حد خواهد بود به خاطر پیدا کردن پاسخ درست به همین پرسش ها و عقب زدن تمدن جدید و نیز انتقام گرفتن از خراسانی ها ابیبلای کلکانی با چه سقاو را انتخاب کردند تا با کمک خود و ارتجای داخلی نخست اوزار و خراب و صف از تمدن و ترقی در حال رشد را به سقوط روبرو کنند حبیب کلکانی فرزند امین الله در سال 1890 میلادی تولد شده است او باشنده دهکده ای دکو این دهکده مربوط به ولسوالی میربچکوت است از منطقه کلکان شمالی بود پدرش مدتی به فروش برخ اموال مشغول بود سپس سقاوی را پیشه ساخت او میخواست که پسرش در مکتب درس بخواند اما او مکتب را قبول نکرد نخواند با پسران بعد و اوباش نشسته برخواست کرده در قمار و دزدی خو گرفت در سال 1926 در فوج شاهی اسکر شد و به یک فرد عادی به اجرای وظایف مشغول گشت باری برای در روز رخصت گرفت و راهی خانه و خانواده گردید و با خود و طور نهانی تفنگ دولتی رو نیز همراه آورد وقتی حدود نو منزل دورتر است کابل در منطقه قلعه حاجی رسی سه تن دوز بر برابرش پیدا شدن و گفته مشهور در برابر دوز دوز دامد با آنها دست پنجه نرم کرد و یکی را بکشت هنگامی که از رخصتی برگشت به خاطر قتل هماندوز و بردن اسلحه به طور مخفی تحت بازداشت قرار گرفت و سپس از پنج ماه مجازات رهایی یافت و به سوی پشاور گریخت در بازار قصهخانی همراه محمد صدیق بودفروش مزدوری و در سال 1928 همراه یک تن سماورچی کار میکرد در بیستم دسامبر نزدیکش خبری از کابل به او رسید و تور مخفی با لباس بدل راهی منطقه شد و شروع کرد به قطع طریقی و رهزنی و شرارت. برخی از پژوهندگان دیگر در مورد او گفتند که یک فرد بسیار کورمغز بوده در قدرت حافظه نداشت و همین خاطر در جریان سه سال نتوانست که حتی قایده بغدادی را بیاموزد وقتی پدرش به کلی از آموزش او دل سرد گردید نامورده را نزد ملک, حسن، ملک, محسن کلکانی که یکی از خانهای بزرگ منطقه بود مزدور ساخت اما پس از اندک مدت این کار را نیز رها کرده با دزدان و رهزنان منطقه همراه گردیده بعدها در برخی از مناطق دیگر خراسان و دزدی و چپاول پرداخت همین که فهمید حوصله و صبر مردم به تنگ و دولت در صدد گرفتاری و برآمد در سال 1926 همراه محمد اعظم خان خاک خراسان را رها و در سرحدات و مناطق پشتونستان وارد شد چند ماهی آنجا بازار چور چپال و دوزی را گرم ساختان که میان او و رفیق سمیمیش محمد ازم خان مخالفت پیدا شد. بچه سخه و پشاور آمد و همراه محمد صدیق بود فروش مزدوری را اختیار کرد. چون آنجا نیز مورد تعقیب بود و دوری از محمد ازم خان نیز برایش سخت تمام شد و این خاطر راهی پارچنار گردید و با او آشتی کرد. برخی از پژوهندگان بدین باورند که بچه سقا و هنگام اقامت در پشاور با استخبارات بریتانیا تماس داشت مثلا در سال 1926 میلادی مطابق 1305 خورشیدی با رئیس پلیس سرحد پشاور دید بازدید های مفصلی داشت و برخی از پژوهندگان دیگر عقیده دارند که در کوشش های نخستین سقاوی ها در ساحه فعالیت سقاو نمایندگان انگلیسی نیز موجود بودند و شخص و بچه سقاو همراه نماینده انگلیس تماس های شخصی می میر غلام محمد غبار می نویست. بعد از آن که در ماورای خط دیورن و دوزدی در پارچنار متهم و محکوم به 11 سال حبس گردید دفتن و طور مرموز رها و به خراسان برگشت وقتی به خراسان برگشت و برگشتانده شد در منطقه کهدامن شمال شمالی هم را با در اواخر اقرب 1307 خورشیدی مطابق 1928 میلادی رای مناطق شمال را قطع و در مای قوس همین سال 22 قوس اداره محلی سرای خواجر را متصرف گردید. حبیب الله کلکانی به تاریخ 13 دسامبر 1928 به خاطر حمله بالای پایتخت و منطقه شمال کابل آمده و از کوتل خیرخانه پیشروی کرده در شهر را متوقف گردید در 13 جنوری 1928 میلادی بود که خاضی امان الله خان خود را از سلطنت اعلان و در 15 جنوری 1929 در حال که و چه در دکیفک موضوع گرفته و شهر کابل را تهدید می کرد سردار انایت الله خان اعلان پادشاهی کرد اما به تاریخ عبدی جنوری یعنی درست پس و حاکمیت به بچه سقاف رسید ساعت 5 از اجده جنوری برابر 28 از جدی 1307 خورشیدی بچه نیز به داخل ار قدم نهاد و در قصر گلخانه نشست و با این ترتیب یک دوره تاریک تاریخ خراسان آغاز شد. قلام محمد غبار در این مورد می نویسد شخص حبیب الله طبعا از اداره یک کشور نه بلکه از اداره حسابی یک قریه هم عاجز بود اینها چون از عصر و حتی محیط کابل عقب مانده افتاده تر و هر جا سری می آفتن در صدد بریدن آن می شدن. تا در مرحله ایش سر باقی نماند و آنها به تنهای سر افرازند. پاس وبا شمشیر او زنجیر و ویدم تکیه میکردند انقراض سلطنتات الشرق ومنلا بو استقرار حکومت اختشاشی به چه ثقوت او عام بود و این واقع در خراسان به حیث یک فاجعه تلقی گردید مخصوصن در وین طبقه روشن فکر وحدت ملی خراسان بواسطه تولید انفاق عمومی به نام های پشتون تاجک هزار و ازبک سنی و شیعه و همسال آن بر هم خواهد خورد و بالاخره فضای دیگر و قصر دیگر ایجاد خواهد گردید که با منافع و مساله مردم خراسان ارتباط نداشته و به ساز دیگران خواهد رخصید مارشال شاولی خان می گوید اگر این شورش دوام می کرد وحدت و کشور به هم می خورد. به همین خاطر غازیان وطن و خاطر از بین بردن حاکمیت جهل و تیرگی به مسئولیت و رسالت ملی خش متوجه و در جستجوی سرنگونی آن گردیدن. سرلشکر و سپه سالار این غازیان و تنخواهان غازی محمد نادر خان بود که نمی توانست به و خودسری سراسری را ببیند. به همین خاطر در راه نابودی آن قدم نهاد. قاضی محمد نادرخان در مورد خودسری های آن وقت می گوید اگر این حالت دوام کند مملکت و ایران خطرناک و استقلال که با قربانی های متوالی به دست آمده از دست خواهد رفت. آنگاه زندگی برای ما چی معنی خواهد داشت؟ محمد نادرخان و دیگر بزرگان و قاضیان خراسان این حاکمیت پر از جهالت و وحشت را برای خراسان و مردم و ما یک مرزی خطرناک می که هم زندگی وطن را تهدید میکرد و هم زندگی مردم را پس لشکر و سپاهی ملی را گرد کرد با آنکه در این هنگام برخی از ازای خانوادهش از بچه سقاو بودن و برای مبارزه محمد نادرخان هر لحظه خطر مرگ آنها می و بچه سقاو نیز همین گونه اختارها می من از سلطنت دست نمی بردارم. ملتفید باشید اگر به با کابل نیایید و امر مرا نشنوید آیل شما تکنون در کمال احترام می باشد. امر می دهم به صورت بسیار فجیع کشته شوند. اما غازی محمد نادرخان خان از این خبرها و خطرها را نکرد و جای بر جای سقاوی ها را شکست داد. در 15 اکتبر سال 1929 میلادی غازی محمد نادرخان در, قصر سلامخانه ارگ رسید و حاکمیت نماهی و چه سقاو را اختتام و او و شماری از یاران نزدیکورا او را بدار زد و خراسان را از این مرض مهلک نجات بخشید. محکومیت در حاکمیت از سالهای دراز و دین سو به طور خاص در این دو سه دهه اخیر بار بار این ادعا شنیده شده تحریک شده و گونه شعوری یا غیر شعوری, شعوری به آن دامن زده شده که گویا از صد سال و این سو پشتونها در خراسان حکومت کرده و تمام حاکمیت ها بوده و دیگر اقلیت‌های قومی محروم بودند ظاهرا این ادعا در برخی از ذهنها میگردد که از لحاظ نسل از احمد شاه بابای بزرگ گرفته تا امروز با جز از بچه سقا با بابرک کارمل و برهان دین ربانی که حکومت های نیمه و وابسته داشتن صرف نظر از این که کارمل و کشمیری و دو تن دیگر تاجک بودن دیگر کسی حکومت نکرده است اما اگر دقیق شویم چنین نبوده در حقیقت در یک وقت دو حکومت متوازی به نام یک حکومت حاکمیت کردند یکی حکومتی بوده که مسائل سیاسی دفاعی اجتماعی و برخی مسائل دیگر را پیش برده و ظاهرا پشتونها در پوست های اساس آن مقرر بودند. دیگری حکومت دفتری و زبانی بوده که تمام امور را در قلم را و دفتری در بر می گرفت و مسائل کتابت و امثال هم را آماده و ترتیب اثر می داد. در این حکومت هم پشتونها بودن و هم تاجکها هم قزلواش ها و دیگر قوم های کوچک اما هر کسی بود هر کسی که بودن تمام امور دفتریشان و زبان فارسی صورت می گرفت و از لحاظ عملی این حکومت در دست فارسی زبان ها بود این که هر فردی از لحاظ پشت یا نسل به هر کی می رسید در این حکومت کار کرده و یا میکرد هر کسی که بود از این که تماما باعث ترقی و پیشرفت و تکامل و حاکمیت زبان فارسی گردیدن می شود فارسی, و فارسیوانان یا فارسی زبان ها شمرده شوند. از همین خاطر ایده زیادی از فارسی زبان ها آهسته آهسته و دربارها روی کردن و کم از کم از آنها بسیار مشکلات نهایی یافتند و بیغم شدند که اکثریت بزرگ وطن بدان روبرو بود. در این شکل نیست که گاه گاه شماری از شاهان و دربارها به زبان پشتو و فرهنگ پشتون ها توجه کردند. مثل شاه حسین هوتک، امیر شیر علی خان، امیر عبدالرحمن خان، قاضی امانلا خان و قاضی محمد نادر خان اما هیچ گاه اکثر دربارها حاکمیت زبان فارسی مسئله جداگانه و بدور نبوده است. به گونه مثال امیر شیر علی خان به اساس یک فرمان عمر اسکری و سلنامه ها نامه ها و چیزهای دیگر را از انگلیزی و پشتو گردند که تا امروز دوام دارد. اما پس از احمد شا بابا در این همه سالها و حاکمیت همان گونه که زبان فارسی ارزش داشت پشتو هم می همین جفای فرهنگی و زبانی استعمار و استثمار از پادشاهان قدرتمندان و اختیارداران پشتون است که پشتونها گله همیشگی از آنها دارند و این جفا و مانند زخم ناسور و درد بیدوا در دل هر یک پشتون جای گای ابدی خواهد داشت و همین مسئله بود که در قسمت ایجاد و تشکیل ملت واحد و یک پارچه یک سلسله مشکلاتی را بار آورد در اثر عمل همین حاکمان بود که زبان پشتون و پشتون ها از امور دفتری و دربار به دور شدند و جایشان را فارسی زبان ها گرفتند این عملیه سالهای سال دوام کرد و روزهای هم رسید که به گفتی محمد گل خان بابا از دربار و مرستون یا قبرستان پشتو ساخته شد به این معنا که پشتون در نسل سیوم از لحاظ معنوی یعنی زبانی ختم شده و یا ختم میشد هر فرد پشتون که در در بار به کدام مقام بلند می رسید اگرچه که خود به زبان پشتو میفهمید مگر امکانات امکاناتی بیانی نوشتن نداشت اما باز هم فقط در محاوره یا گویش فیم، فیما بین خودشان بود که پشتو را کار می بردن اما فرزندانشان که بزرگ می شدن زبان پشتو را به گونه نیمه و شکسته می داشتن و به کار می گرفتن زیرا نوشتن و زبان پشتو را نمیدانستند در گویش یا گفتار نیمه می بودند و فرزند فرزند آن یعنی نواسه که بزرگ می شد به صورت کامل یک فارسی زبان می بود و بعدین گونه زبان پشتو هم از گفتار و هم از نوشتار باز ماند. آکادمیسین پروفیسور عبدالشکور رشاد در, در زمن یاد داشته چند نمونه از این نوع افراد را ارائه می کند و می گوید متین خان اندر برایم قصه کرد که روز من در قلعه جبارخان چارده کابل رفتم که با رئیس تمیز عبدالرفخان اندر ببینم در نزدیک قله یعنی خانه پسر عبدالرفخان خان پیشوری مامد از او پدرش را جویا شدم او برایم گفت که که قومای در میمون خانه شده. ببینید که عقام پدر او عقام او نبودند چرا که آنها به زبان پشتو سخن میگفتند و این پسر به زبان فارسی سخن میگوید و به پشتو چیزی نمیداند این پسر دریشی پوشیده آنها لباس اصیل پشتونها را یعنی دستار بستن و این پسر سرلچ است. روزگاری من در لینینگراد بودم از دانشکده شرقشناسی برای این تلفون شد که همین دم یک تن دکتر به خاطر تحصیلات عالی از خراسان کابل آمده و انتظار ملاقات شما را دارد من که در تلفن با مهمان تازه وارد گپ میزدم. زدم او را نشناختم اما از لحاظ هموطنی برایش گفتم حال زود پیشتان میرسم انتظار مرا بکش من که به دانش رفتم با مهمان تازه از وطن احوال پرسی نموده او را بلایلیا بردم خدمتش را کردم هنگام خدافیزی و اظهار شکران دکتر این را هم برایم یادآور شد که مادر کلان من نورزایی بوده همین گونه به و و هزارها نمونه دیگر هست یک تن از نویسنده و پژوهنده نامدار زبان پشتو یا پریشان خطک روزی در پشاور در سمیناری به خاطر احمد شا بابا در باری نواقص یاد شده زبان پشتو و شگردهای استثماری دیگر زبانها اشاره کرد و گفت این ها در نسل سیم ختم هستند. میرویز بابا شا, محمود هوتک به شا ختم شد. احمد شاه بابا تیمر شاه به شاه زمان ختم شد عبدالرحمن خان عبیب خان و به امان الله خان ختم شد نادر خان ظاهر خان به داود خان ختم شد به او در این مورد پوشوهش باید کرد که چرا پشتون ها یا پشتون در نسل سیوم پایان میابند این رنج و افسوس در این دو دونیم صد سال جاری است در همین جریان پشتون ها فارسی زبان می این درد آنگاه فرزونی یافت که تیمرشا پایتخت را از کندهار به کابل انتقال داد و اینجاست که یک اده قزلواشان و دیگر فارسی زبان ها به دور او جمع شدن و امور دفتری و دیوانی او را پیش می بردن. و این جریان همین گونه کم و بیش تا ده های نزدیک رسید. آنگاه هر پشتون دیگر به نسل سیم ختم می شد و همین خاطر وزیر محمد گلخان بابا برای کابل نام یا لقب در و مرستان یعنی قبرستان پشتونها را داده بود. در جریان همین رقداد های غمنگیز زبانی بود که شماری از پشتون ها فارسی زبان به گفت وان و گفت نویسنده فارسیوان شدند و شمار دیگر از کسانی که به اقوام اقلیت غیر فارسی زبان پیوند داشتند زبان خود را فراموش کرده و زبان فارسی رو کردند. همین گونه پس از شکست تزار روسیه و پیروزی انقلاب اکتبر شمار زیادی از مردمان آسیای مرکزی پناهندی خراسان گردیدند. و در ازدیاد شمارش نفوس فارسی زبان ها شدند چون که آنها امور دربار و دیوان و دفتری را حق خود می پنداشند هر کس حتی اگر حاکمان و اختیارداران هم در مورد رسمیت بخشیدن یا دیوانی ساختن زبان پشتو می کوشید آنها این افراد را نشنالیست، زبانگرا و فاشیست خطاب می کوبیدن. آمودش و پرورش در مکاتب و تحصیل در دانشگاه نیست که به جای زبان پشتو و زبان فارسی صورت می گرفت نیز شماری را از زبانش گسسته در صف فارسی زبان ها آورد. یک پژوهنده آلمانی در پژوهش های اخیر خیش می نمایاند که در احصای تحصیلات عالی در خراسان تاجک ها 93 فیصد و پشتون ها که از لحاظ نفوز 50 درصد را تشکیل دادن در ردیف دوم می یعنی سهم آنها در تحصیل در های عالی 33 فیصد را تشکیل داده است. این پژوهنده میگوید که اگر زبان را نظر داشته باشیم این فرق حالت افراط آمیز به خود میگیرد زیرا از هر 60 نفر پشتونی که دارای تحصیلات عالی هستند 40 نفر آن با زبان پشتو آشنایی ندارم 14 فیصد دارندگان تحصیلات عالی به قوم دیگر منصوبند و 14 فیصد هم به قوم و سادات بستگی دارند این پژوهش علمی نشان میدهد که پشتونها در خراسان حاکمیت مطلق نداشته و سهمشان در اقتدار و بیروکراسی از دیگران کمتر بوده است این به همه اگان معلوم است که آن اده از حاکمانی که به پشنها ها منصوب بودن از دیدگاه زبان و فرهنگ از پشنها ها فاصله داشتند. باید گفت که در هر جامعه بیروکراسی بیر... به عنوان یک قشر جداگانه تبارز می کند که اگر این تبار ماشین یک دولت ملی و اسلام و واقعی را اداره کند خ... خیر آن به همه کس می رسد. اگر در دست حکام مستبد برسد آنگاه بر بار مشکلات افراد یک جامعه افزود می گردد. در جریان این بهرهکشی زبانی شماری از پشتونها فارسی زبان شدند و به گفته استاد بوهان پروفیسور عبدالشکور رشاد و به اساس ارقامی از ملل متحد در خراسان از هر صد نفر پشتون زبان پشتو زبان ده نفر به زبان فارسی رو کرده و به اصطلاح فارسیوان شدند. و برخی پژوهش‌های های آزاد دیگر نیز احصایه های نزدیک به احصایه ملل متحد را ارائه داشتند در شهر پشاور پاکستان یک سروی را واکپاندیشن برای خراسان در جریان شش سال را انداخت که در... در... در, تمام نفوذ خراسان از 62.7 اف درصد پشتون ها 55 درصد آن زبان اصلی خود را نگه داشتند و 7, 7 درصد از همان شمار پشتون ها فارسی زبان شدند که این از مجموع نفوذ خراسان چیزی نزدیک به 8.7 افت رو تشکیل می دهد. یعنی که پشتون ها در هر صد نفر دو تن به فارسی و اشتاد افتشار تن و پشتو سخن می بود. که این ستم تنها بر زبان پشتو نشده بلکه بر زبان های قوم های اقلیت دیگر نیز روا گردیده است. واک فاندیشن برای خراسان پس از انجام سروی های آهسای ها در خراسان چگونگی ساختار زبان ها و قوم ها را چنین مینمایاند. بعد این گونه تشکل ساخته شده بر بدیان زبان ها تمام چوکی های حساس دولت را اشغال کرده روزی هم آمد که دیگران به نام حقوق ها پرچمی ها را شوراندن و خواهان تشکیل دولت برای خود گردیدند و این گفته را نیز بر زبان می آوردن که پشتون ها در خراسان دو نیم ست سال حکومت کردند و دیگر نوبت ما اقلیت ها است و به همین آرزو بود که جنگ های خونینی را آغاز کردند تا اینکه به اصطلاح حقوق اقلیت ها را به گوش ها برسانند که رساندند مگر آن جریان و آن جریان رنجاور و مرموز زبانی را که به آهستگی و تدریج شناسنامه و هویت قوم پشتون تهدید میکرد هیچ کسی و هیچ یکی بر زبان نیاورد و فریاد نکرد فریاد قومی را که همه از حکومیت آن میگفتند اما محکومیت آن را هیچ کل در هیچ جا به گوشی و یا گوشهای نرساند